سلام بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه کانال من رو در یوتیوب پیگیری میکنید. از شما دعوت میکنم کانال محمود بیز در یوتیوب حتما پیگیری بکنید و گزینه سابسکرایب رو برای عضویت حتما فشار بدید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که آماده میکنم زودتر از سایرین قرار بگیرید. در آموزش های قبل من به شما یاد دادم که چطور میتونید آواتار بسازید و از اون به عنوان یه عکس در مرورگر در شبکه های اجتماعی در نرم افزار های ارتباطی به راحتی استفاده بکنید. امروز میخوام به سایتی رو به شما معرفی بکنم که این سایت میتونه تصاویر فوق العاده با کیفیتی رو در اختیار شما قرار بذاره که این تصاویر با کیفیت معمولا تصاویری هستن که حق کپی رایت ندارن و عملا منبعشون آزاده، یعنی شما میتونید بعد از اینکه تصویر رو استفاده کردید بدون ذکر منبعش اون رو در سایت های مختلف و در نرم افزارهاتون به راحتی استفاده کنید بدون حق کپی رایت و این یکی از مزیت های بسیار رایگانیه که توی آموزش امروز در سایت مورد نظر به شما آموزش خواهم داد. خب من آدرس سایت رو حتما در انتهای آموزش در قسمت توضیحات ویدیو براتون حتما منتشر میکنم تا بتونید از اونجا سریعتر به سایت مورد نظر ارجاع پیدا بکنید. منتها من سایت رو باز میکنم، pixels.com آدرس سایتیه که شما میتونی تصاویر با پیکسل های فوق العاده و با رزولوشن های خیلی بزرگ و مناسبی رو میتونید توی این سایت سرچ بکنید و بر اساس رنگ یا سایز یا بر اساس کیفیت تصاویر میتونید تصویر مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و به راحتی هم اون تصویر رو میتونید دانلود بکنید. کاربرد این سایت بیشتر فکر میکنم به درد اونهایی میخوره که وبسایت میتونن داشته باشن یا اونایی که وبلاگ نویسی میکنن و یا افرادی که در روزنامه ها، رسانه ها و خبرگزاری های مختلف کار میکنن میتونن از این تصاویر به راحتی استفاده ببرن. هیچ محدودیتی در استفاده اونها از این تصاویر نیست چون هیچ کپی رایتی توی این تصاویر نیست. روزانه تصاویر بسیار زیادی به این سایت اضافه میشه که میتونه کاربرد بسیار زیادی برای شما داشته باشه. پس از تصاویر این سایت میتونید به راحتی در سایت ها و در نرم افزار های خودتون به راحتی استفاده بکنید. این تصاویر رو میتونید به راحتی ویرایش بکنید و در هر جایی که خواستید بدون ذکر منبع یا هر چیزی میتونید منتشرش بکنید. حتی شما خودتون هم میتونید با عضویت در این سایت تصاویر با کیفیت خودتون رو توی این سایت ها آپلود بکنید تا افراد زیادی به این تصاویری که شما گرفتید دسترسی پیدا بکنن و از این تصاویر در نرم افزار ها، سایت ها یا روزنامه های متعدد استفاده ببرن. خب اینجا آپلود میتونید بکنید، اینجا میتونید در سایت ثبت نام بکنید و میتونید بر اساس انتخابات مختلف حتی میتونید تصاویر فوق العاده پرطرفدار رو اینجا ببینید که چه تصاویری پرطرفدار هستن یا میتونید ویدیوهایی که رایگان هستن رو هم اینجا ببینید. حالا من میخوام خودم یک کلمه رو سرچ بکنم، مثلا کلمه اختلاس. اختلاس به انگلیسی میشه اینجا نوشته بودم قبلا کلمه اختلاس رو که ما ایرانی ها خیلی باش آشنا هستیم رو سرچ میکنیم. راجع به اختلاس عکسای قشنگی رو گذاشتم که البته دوستانی که در ایران اختلاس میکنن دیگه این تصاویر نوک انگشت اونها محسوب نمیشه، یعنی اینقدر اونها حرفه‌ای کار انجام میدن. حالا این تصاویر نمیتونه قشنگ بیان بکنه نوع اختلاس دوستانی که اختلاس میکنن رو، اما خب در هر صورت من توی یه آموزش بعدی بهتون نشون میدم که تو دنیا هم اختلاس زیاده. حالا ما نباید زیاد فکر کنیم فقط ایران ما اختلاس میکنن، بلکه در سراسر دنیا بحث اختلاس هست. خب عکس مورد نظر اینجا میتونید انتخاب کنید، مثلا این یکی توی صفحه جدید ببینیم این عکس چیه. اینجا اندازه عکس رو نوشته و پسفندش که شما میتونید با گزینه سیف این عکس رو ذخیره بکنید. خب بذارید من یه چیز دیگه بهتون میگم از این سایت. مثلا
اکسپلوررشو بزنیم ببینیم چه چیزهایی داخلش هست. شروع ویدیو هارم ببینیم. اینا ویدیوهایی هست که میتونید ازشون استفاده کنید. واقعا با کیفیت هم ببینیم. برمیگردیم به صفحه اصلی. اکسپلورر عکس رو میتونید شما بر اساس رنگ هم سرچ بکنید. مثلا چقدر عکس های قشنگی ببینید. چه عکس قشنگی قشنگی ما اگر بخوایم عکسمون مثلا رنگ مشکی باشه برامون چی میاره؟ رنگ اینو میتونید انتخاب کنید. ببینید عکس هایی که بکگراند یا کلا ظاهر مشکی هستن رو اینجا براتون میاره. پس شما حق انتخاب دارید، راحت میتونید اون چیزی که میخواید رو، چقدر عکس قشنگه، راحت میتونید اون چیزی که میخواید رو اینجا پیدا بکنید. مثلا من بگم رنگ قرمز. این عکس ها کاملا هم حرفه‌ای هم واقعا شده خیلی قشنگه. میتونید حتما از این تصاویر استفاده کنید برای نوشته هاتون. اگر در روزنامه رسانه‌ای مشغول به کار هستید از این تصاویر میتونید راحت استفاده بکنید. در سایت هاتون میتونید از این تصاویر به راحتی استفاده ببرید. خب پس حتما توی این سایت از طریق این بخش عضویت بگیرید و بعد هم آپلود کنید تصاویر رو، یا هر چی خواستی از گزینه جستجو از این قسمت میتونید در بین میلیون ها تصویر این سایت به راحتی سرچ بکنید. خب سپاسگزارم از اینکه با آموزش امروز همراه بودید. من آدرس سایت pixels.com رو براتون میذارم در انتهای در توضیحات پایین این ویدیو. حتما از این سایت استفاده ببرید. امیدوارم از آموزش امروز استفاده کافی رو برده باشید. براتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.